آمار همسرهای ناصرالدین شاه معلوم نیست. از 50 تا 112 نفر رو به عنوان همسر دائمی یا موقت اون اسم بردن. اما به نظر میرسه آمار زوجه های قبله عالم بیشتر از این تعداد باشه. ناصرالدین شاه فردی بلحوث بود و هر وقت یه خانم زیبا برخورد میکرد به فکر ازدواج با اون میافتاد. به این ترتیب یک حرمسرای عریض و طولانی به وجود اومد که خرج و مخارجش سر به فلک کشیده بود. بسیاری از همسرهای موقت شاه تنها یک بار اون رو ملاقات میکردن و بعد در گوشه ای از ساختمان حرمسرا در میان زنهایی که از شدت حسادت در شرف انفجار بودن و میخواستن به هر ترتیب دل شوهر رو بربایند گیر افتاده بودن. با این حال قصه پرغصه زنهای دف شده در حرمسرای شاه قاجار که آخرین حرمسرای سلطنتی ایران هم محسوب میشد به این مسائل ختم نشد. بسیاری از اونها که نزد شاه تقربی پیدا نکردند دست به دامن هووهای مقتدر خودشون شدن و شرایط هر روز براشون بدتر و بدتر میشد. در میان زنهای حرمسرای ناصری بانوان حضور داشتن که میتونستن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. افرادی نظیر انیس الدوله که با وجود اینکه همسر موقت بود سوگلی شاه بود و حتی با او به فرنگ رفته بود و حتی هدیه والنتاین هم گرفته بود. انیس الدوله تونسته بود برای خودش ثروتی دست و پا کنه تا بعد از مرگ شوهرش سرگردان نشه. اما چند روز بعد از ناصرالدین شاه دار فانی رو ودا گفت. شبیه انیس الدوله به لحاظ جایگاه و موقعیت در حرمسرا چند نفر دیگه هم وجود داشتن. زنهایی مثل امینه اقدس، ام ملیجه دوم که پیش از ناصرالدین شاه مرد، شکوه السلطنه نواده فتلی شاه که اون هم پیش از همسرش درگذشت، خازن دوله که از شاه صاحب دو دختر شد و البته سرنوشت سه بانوی قبی رو پیدا کرد، دختر محمد تقی معمار باشی، معمار مدرسه دارالفنون که مادر کامران میرزا پسر چهارم ناصرالدین شاه محسوب میشد. تعداد زیادی از زنهای حرمسرای ناصری متعه هایی بودن که نه زبان ستیز و اقوا داشتن و نه خاندانی که بتونن به اونها تکیه کنن. این افراد عموماً در کنج حرمسرا میمونن و مدتی بعد از چشم شاه میافتادن و باقی عمر رو در حسرت و تنهایی میگذروندن. اسم و نشان بیشتر این زنها برای ما شناخته شده نیست، اما فرجام تلخ اونها در متنهای تاریخ وجود داره. این زنهای به واقع بخت برگشته پس از مرگ ناصرالدین شاه آواره کوچه و بازار شدند و از اونجا که پول و ثروتی نداشتن مجبور بودن به هر زندگی پرذلتی تن بدن. روز ششم محرم سال 1314 قمری مظفرالدین شاه که حوصله دادن خرجی به نامادری هاش رو نداشت دستور داد همه رو از قصر بیرون بندازن. فرجام تلخی که اینو سلطنه در روزنامه خاطراتش اون رو اینگونه شرح داده: زنهای شاه رو روز ششم محرم از داخل قصر بیرون کردن، خیلی بد و مستهجن که ابدا شایسته اونها نبود. اول قرار نبود تا انقضای مدت صیغه بیرون برن. نمیدونم صدر اعظم چیکار کرد که روز پنجم خواجه رفته و حکم کرد که فردا تماما همه زنها باید روز ششم از قصر برن بیرون. بیچاره ها نصفشون با الاغ کرایه، نصفشون با تراموا، نصفشون پیاده و نصف دیگه با کالسکه بیرون رفتن. مردم همه دست دست جوق جوق در خیابان ایستادند و نظارگر بیرون کردن زنها از داخل کاخ بودند. این زنها که سایه اونها رو حتی آسمون نمیدید در وقت بیرون اومدن صدای دور شو کور شو گوش عالم رو کر میکرد. در تمام کوچه و محلات شهر پراکنده شدند. بعضی ها که جا و مکان نداشتند به خونه های دخترهای شاه بابا و اقوام دور خود پناه بردند و بعضی از اونها به عنوان کنیزهایی در جای جای شهر به کار گرفته شدند. همه جای شهر صحبت از بیرون کردن زنهای شاه ایران بود. به این ترتیب آخرین حرمسرای سلطنتی در تاریخ ایران اینچنین مفتضحانه و غم‌انگیز به کار خودش پایان داد و ده‌ها زن اسیری که عمری رو در پستوی اندرونی شاه سپری کرده بودند و از زندگی طبیعی و معمولی بازمونده بودن در سراسر تهران و اطراف اون پخش شدن و اثری از اونها در تاریخ باقی نموند.